الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه أجمعين، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. حضور نهایت گرامی، برادران بزرگوار، نمازگزاران محترم، ریش سفیدان و محاسن سفیدان با عزت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امروز موضوع صحبت ما در مورد توضیح و تفصیل این حدیث است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث برای بندگان واقعی خدا، برای دوستان واقعی خدا صفات بیان کرده و نیز آثاری که بر این صفات مرتب میشه او بیان شده است. بنابراین روی دو سه نکته توجه عزیزان گرامی را و شنوندگان محترم جلب میکنیم. یکی معرفی مختصری از حضرت ابو هریره راوی این حدیث، دوم توضیح مختصری حدیثی که خوانده شد که در بخاری شریف به روایت حضرت ابو هریره نقل است، سوم مسئله ای که به ماه جاری که ما در او هستیم که عبارت از ماه شعبان است ارتباط دارد، که فضیلت ماه شعبان و روزه در ماه شعبان و حکمت این روزه ان شاء الله مختصرا توضیح داده میشه. الله متعال در آیاتی که خوانده شد، در آیات 62 و 63 سوره مبارکه یونس در سپاره 11 اولیای خود معرفی کرد و در این حدیثی که حضرت ابی هریره روایت کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم مقام عظیم و شریف و بزرگی ولی یا دوست خدا را برای ما بیان کرد. حضرت ابو هریره نام مبارکش عبدالرحمن است، عبدالرحمن ابن صخر دوسی، از صحابه هایی هست که در پرهیزگاری و تقوا نمونه بود، اما در عین حال زندگی فقیرانه ای داشت، فقیر زندگی کرد و فقیر به دیدار الله متعال شتافت. در سالی که خیبر فتح شد، این مسلمان میشه
و به قول صحیح افتخار همراهی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در فتح خیبر نیز داشته اند. این مبارک از تمام صحابه پیامبر علیه صلی و سلام حدیث بیشتر نقل کرده و روایت کرده است، چون از روزی که مسلمان شد همراهی و ملازمت با پیامبر علیه صلی و سلام هیچ کاری ها نکرد. از شاگردانی پیامبر علیه صلی و سلام و اصحاب صفه بود که همیشه تلاش میکرد حرکات پیامبر علیه صلی و سلام، گفتارهای مبارکشان، احادیث مبارکشان را حفظ بکنند. 5374 حدیث ای مبارک از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کرده اند. 5374 حدیث. پیامبر علیه الصلاه و السلام برای این دعای برکت و رحمت نموده بودند که خدایا در علم ابو هریره برکت بینداز و نیز حافظه ابو هریره را چنان قوی بگردان که احادیثی که حفظ میکنه از یاد نرود و فراموش نکند. بار الها ابو هریره را در نزد مؤمنان و مؤمنان را در نزد ابو هریره محبوب بگردان. این دعای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای حضرت ابو هریره بود. به این خاطر احادیث زیادی حفظ کرده بود و احادیث زیادی از این مبارک روایت شده و نقل است. به خاطر این دعای رحمت و برکت پیامبر علیه السلام و نیز به خاطر ملازمتی که در همراهی با پیامبر علیه السلام داشتند. در این حدیث هم دیده میشه این مبارک از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نقل میکند و رسول الله از الله متعال نقل میکند. پس وقتی که پیامبر علیه صلی اللہ علیه میفرماید که قال الله تعالی یا یقول الله تعالی یا فی ما یرویه عن ربه، ای احادیث احادیث قدسی هستند. احادیث قدسی احادیثی که مفهوم و پیام از جانب الله و معنا از جانب الله متعال است، اما تعبیر و کلمات و الفاظ با زبان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. فرق حدیث قدسی با قرآن این است که قرآن لفظا و معنا از جانب الله است، اما حدیث قدسی معنا از جانب الله اما لفظا از جانب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. این حدیث حدیث قدسی است که الله متعال می فرماید من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کسی که دشمنی بورزد، کسی که خصومت کند با ولی ما، با دوست ما، الله متعال می فرماید فقد آذنته بالحرب، به تحقیق ما با او اعلان جنگ کردیم. کسی که کمر خصومت، کمر عداوت و دشمنی با ولی و دوست ما ببندد، ما در مقابلش اعلام دشمنی و خصومت میکنم. در این حدیث در این قسمت اولش جایگاهی عظیمی ولی یا دوست خدا بیان میشه، جایگاهی شامخ و برجسته اولیای خدا بیان میشه. اولیای خدا اینها چه کسانی هستند؟ آیاتی که در ابتدا ما خدمت شما خواندم، آیات 62 و 63 سوره یونس، در این دو آیه الله متعال اولیای خدا معرفی میکند، ولی خدا معرفی میکند و برشان صفات بیان میکند. میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. با خبر باشید، آگاه باشید که به تحقیق اولیاء خدا، دوستان خدا، هیچ ترسی نیست برشان. ولا هم يحزنون، و نیز ایشان اندوهگین هم نمیشوند. اولیاء خدا ترس ندارند. چرا ترس ندارند؟
چون مدافعشان حامیشان الله متعال است. در حدیثی که خواندیم علت این که اولیای خدا ترس ندارن بیان میشه، چون الله متعال خود وعده کرده که کسی با ولی خدا، با دوست خدا دشمنی و خصومت بیورزد، الله متعال در مقابل او قرار دارد. پس اولیای خدا ترسی ندارند، چون الله متعال مدافعشان است، الله متعال حامی و پشتیبانشان است. ولا هم یحزنون، و نیز ایشان اندوهگین هم نمیشوند، و نیز ایشان دچار هم و غم و آشفتگی و اضطراب نمیشوند. چرا؟ چون ارتباطشان با الله، اعتمادشان با الله، تعلقشان با الله متعال به حد زیاد است که ذهن و فکرشان از هر هم و غم و تشویش و آشفتگی دور کرده است. ولا هم یحزنون، ایشان اندوهگین نمیشوند، چون اعتمادی به الله، باور داشتن این که تکیگاه ما الله هست، نگرانی ها را برطرف میکنند، غم و اندوه را برطرف میکنند، تشویش و آشفتگی را برطرف میسازند. ولا هم یحزنون. چه کسانی هستند اولیای خدا؟ الذین آمنوا، کسانی هستند که ایمان آوردند، اهل ایمان هستند. و کانوا یتقون، و در ضمن ایمانشان پرهیزگاری هم میکنند، تقوا پیشه میکنند. ایمان تنها کافی نیست، بلکه در کنار ایمان تقوا و پرهیزگاری هم ضروری هست تا انسان به درجه و مقام ولی و دوست خدا برسه. الذين امنوا وكانوا يتقون، اولیای خدا کسانی هستند که ایمان دارند و تقوا اختیار میکنند. ایمان خالی و ایمان محض، ایمان بدون عمل، چندان ایمان مؤثر و مهمی نیست که صاحب خدا به مدارج اعلی و مقام اعلی برساند. در کنار ایمان عمل، در کنار ایمان تقوا، در کنار ایمان التزام به انجام احکام شریعت ضروری است. الذين امنوا وكانوا يتقون، چون ما در قرآن هم که وقتی از ایمان صحبت میشه و با آیتی که ایمان در خود دارم مواجه میشیم، در کنار ایمان عمل صالح هم ذکر است. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. پس ایمان و عمل صالح لازم و ملزوم هم دیگر است. در هفته گذشته در مورد صلاح و فساد قلب مختصرا صحبت شد که صلاح قلب از آنجایی که ریاست اعضا را به عهده داره سبب صلاح تمام اعضای بدن میشه. صلاح و اصلاح قلب سبب صلاح و در حقیقت آبادی تمام اعضا و جوارح میشه. اما اگر قلب فساد باشد، قلب آلوده باشد، آلودگی قلب سبب آلودگی بقیه اعضای بدن هم می شود. پس این که انسان مدعی پاکی قلب و صلاح قلب باشد اما در واقعیت زندگی او هیچ آثاری از صلاح دیده نشد، این دروغگویی بیش نیست. اگر کسی مدعی تقوا و خداترسی و خداشناسی باشد و ادعای پاک بودن قلب خدا داشته باشد اما در ظاهر هیچ عملی به مقتضای صلاح قلب و مقتضای ایمان دیده نشد، او قلب در حقیقت بیمار است و مریض است و این در ادعای خود راست نمیگه و صادق نیست. الذين امنوا وكانوا يتقون، در ضمن ایمان که کار قلبی هست، تصدیق قلبی هست، باید این در عمل، در تطبیق نیز اعمال خوب و شایسته ای داشته باشد. ای اولیای خدا هستند. من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کسی که با دوست ما کمر دشمنی بسته کند، ما در مقابل او آماده هستم، من در مقابل خود میابد. فقد آذنته بالحرب،
در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد فهمیدن جایگاه صحابه خود یا رعایت و حرمت صحابه خود می فرماید الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا، شما از خدا بترسید در ارتباط به صحابه ما، شما لحاظ خدا را در مورد صحابه ما داشته باشید. فمن آذاهم فقد آذانی، کسی که صحابه ما را اذیت و آزار بده و برنجانه در حقیقت ما را آزار داده. و من آذانی فقد آذ الله، کسی که مرا برنجانه در حقیقت الله را رنجانیده. و من آذا الله یوشک ان یأخذ به، کسی که الله متعال برنجاند ان قریب او را مؤاخذه میکند. بناهن صحابه کرام احترامشان بالای ما واجب است، حرمتشان بالای ما واجب است، چون قرآن برای ما، اسلام برای ما، دین و شریعت برای ما با او اخلاص و سعی و تلاش و زحمت صحابه پیامبر رسیده. پس چگونه مسلمان با صحابه پیامبر عداوت و دشمنی و خصومت داشته باشد و دشمنی و عداوت و آزار دادن صحابه پیامبر در حقیقت اذیت و آزار رساندن به پیامبر علیه السلام است و اذیت و آزار پیامبر اذیت و آزار الله را در پی دارد و کسی هم که جرأتی آزار الله را داشته باشد او را الله مؤاخذه می کند. یوشک ان یأخذ، هیچ مسلمانی نمیتاند و به خود این جرأت و جسارت نمیته که در برابر صحابه پیامبر علیه السلام گستاخانه برخورد بکنه. ما با ذکر نامشان میگیم رضی الله تعالی عنهم، ما با یادشان میگیم رضی الله تعالی عنهم، پس چگونه میاییم صحابه پیامبر علیه السلام مورد لعن و طعن و نفرین قرار بدیم؟ الله الله فی اصحابی، و هیچ کسی به اندازه صحابه به الله نزدیک نبود، هیچ کسی به اندازه یارانی با وفای رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله قریب و نزدیک نبودند، چون همراهی با پیامبر علیه السلام، هم نشینی با پیامبر علیه السلام او فیوضات و برکات خود داره. در قرآن کریم مواردی که الله متعال با انجامش اعلام دشمنی کرده، یکی در سوره بقره هست آیت 279، دیگری هم در سوره مائده آیت 33. در آیت 279 سوره بقره الله متعال در مورد ریباخاران اعلام جنگ و حرب کرده است که ای اهل ایمان از خوردن ریبا و ریباخاری دست بردارید، اگر دست بر نمی دارید شما آماده جنگ و نبردی با خدا باشید. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یکی در آیت 33 سوره مائده الله متعال در مورد راهزنان و قطاع الطریق بیان کرده است که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، جزای کسانی که با الله و رسول الله محاربه و جنگ میکنند، که منظور از این کسانی که راهزن و قطاع الطریق هستند و در زمین دست به فساد میزنند، مجازاتشان در ادامه آیه ذکر میشه. و نیز در این حدیث محاربه خود الله متعال، جنگ خود الله متعال با کسی بیان کرده که با اولیای خدا، با دوست خدا او کمر عداوت دشمنی بسته می کنه. من عادالی ولیا فقد آذنته بالحرب، کسی که با دوست ما دشمنی بورزد در حقیقت ما با او اعلام جنگ و نبرد می کنم. ولی خدا، دوست خدا، غم و ترس و اندوه او را در بر نمیگیره و از بین نمیبره، چون الله متعال مدافعش است، الله متعال حامی و ناصرش است و او به ایمان دارد. فقد آذنته بالحرب. حضرت خواجه عبدالله انصاری در همین ارتباط یک سخن زیبایی دارد که میفرماید
خدایا هر کی را خواهی براندازی با درویشانش در اندازی. یا میگوید الهی هر کی را خواهی براندازی با ما در اندازی. درویش یا ولی خدا با قوت بازوی خود طرف بدبین عدو و دشمن از بین نمیبرد، بلکه او را به الله واگذار میکند و اللهی که مدافع و حامی ولی خود است باز انتقام از دشمن و عدوی ولی خود میگیرد. الهی هر کی را خواهی براندازی با ما در اندازی. وقتی که درویش و ولی خدا نظر به حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که انسانهای در ظاهر لباسهای نه چندان قیمتی، حالت ظاهریشان چندان اهمیت نداره، مردم دستی کمشان میگیرند، اما اگر قسم یاد بکنند بر انجام کار الله متعال، او مردم ثابت قدم بر قسمشان نگاه میدارند و قسمشان راست میگردانند. حضرت براء ابن مالک از همین اشخاص بود که در جنگ صحنه برای مسلمانها تنگ میشه و دشوار میشه، میگه خدایا قسم به نام و بیادی تو که دشمنشو کسب بکنی. دشمن طولی نمیکشد که شکست میخوره و فرار میکنه. به حالت ظاهری مردم نگاه نکنید، به لباس و قد و قیافه و چهره سیاه و بدی کسی نگاه نکنید، چی بسا انسانهای کهنه پوش و انسانهای در ظاهر ضعیف و بیچاره، اما در نزد الله ارزش و مقامش بسیار بالا هست. به همین ارتباط حضرت خواجه عبدالله انصاری گفت که یا الهی هر کی را خواهی براندازی با ما در اندازی. باز انتقام الله زندگی را برای او سیاه میکنه، بر زمین سیاه او را می نشانه. بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید. این گپی ساده نیست. یک بار آه از درون فقیر مظلوم بیچاره یتیم و بیوزنی بلند شود، بی خانمانت می سازد، تکه و بدبخت دنیا و آخرتت می سازد. هر کی را خواهی براندازی با ماش در اندازی. پس چی تو به خود جرأت میتی که با انسانهای مظلوم، با انسانهای فقیر، درویش، بیچاره، گستاخانه و ظالمانه برخورد بکنی؟ مگر از خدای او نمی ترسی؟ یکی صحابه هایی که صحابه پیامبر است اما در برخورد با غلامی خود خشونت کرد، با او تند برخورد کرد، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود خداوند بالای تو قدرت بیشتر دارد از قدرت تو بالای این غلام، با این سختگیری نکن. قدرت خدا بر تو بیشتر از قدرت تو بر این غلام است. برخورد سختگیرانه و ظالمانه نداشته باش. بعد او صحابه او غلام خود آزاد میکنه. برای همین که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از برخورد او با او غلام خوشش نیامده. ولی خدا ای کسا هستند. در ادامه حدیث صفات بری ولی بیان میشه. در ادامه حدیث صفات ویژگی های یا به تعبیر ساده تر معیارهای برای ولی بیان میشه، تا ما ولی را از غیر ولی بشناسیم، تا ما ولی خدا را از ولی شیطان تفکیک کنیم، تا ما فرق اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان را بدانیم. ای بس ها ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. چی بسا انسانهای ادعای ولایت دارن، ادعای بزرگی دارن، ادعای به جای رسیدن دارن، اما در ظاهر ادعای بیش نیست. ولی از خود معیارها دارد، مواصفات دارد، خصوصیات دارد. اگر با او معیارها برابر بود، با او ترازو و مقیاس برابر بود، بله ما او را قبول داریم. اما اگر با او معیارهایی که قرآن و حدیث و شریعت برای ما گفته او برابر نبود، ولو که در هوا هم پرواز کنه، او ولی نیست.
حضرت خواجه عبدالله انصاری میگه اگر در هوا پری مگسی، اگر بروی آب یا دریا روی خسی، دلی بدست آور اگر کسی. در هوا پرواز کردن یا در روی دریا رفتن این شانه ولایت نیست، بلکه اولیا، ولی خدا و دوست خدا از خود معیارها و نشانه هایی دارند. در این حدیث ادامش این صفات برش بیان میشه. میفرماید و ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیه، یعنی به هیچ چیزی بنده به اندازه انجام فرائضی که برش فرض کردیم به من نزدیک نمیشه. یعنی اولین موردی که ولی خدا یا دوست خدا مواظب و مراقب او هست، پایبندی بر ادای فرائض است، پایبندی بر ادای واجبات است. و مهمترین موردی که انسان به الله نزدیک می سازد ادا و انجام فرائض خداست. و مؤثرترین چیزی که انسان به الله نزدیک می شه شناخت فرائض و واجبات خداست و انجام دادن و آراسته شدن به فرائض و واجبات خدا. و ما تقرب الی عبدی بشیء، نزدیک نمیشه به ما به هیچ چیزی، مما افترضته علیه، به اندازه آنچه که برش فرض کردیم. پس اگر ادعای ولایت داری و فرض ترک میکنی دروغ میگی، اگر ادعای تقوا و خدا ترسی داری و فرائض و واجبات از تو ترک میشه تو دروغ میگی. و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، همیشه بنده با انجام نوافل بر من نزدیک میشه، خدا به من قریب میسازد. بعد از فرائض ما نوافل داریم، نوافل یعنی سنت ها و مستحبات. و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، همیشه بنده با ادا و انجام نوافل به من نزدیک میشه. بنابراین علاوه از انجام فرائض، مسلمان و دوست خدا مراقب ادای نوافل هم میباشد. نوافل کارهایی که فرض نیست، واجب نیست، سنت و مستحب هستند. در نماز غیر از نمازهای فرض ما نمازهای نفل داریم. در زکات غیر از زکات فرض و صدقه فطر و واجبات ما صدقات نفلی داریم، همکاری های مالی و مادی داریم. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. همین که دستت میرسه و خیر میتانی رساندن، فرصت غنیمت بدان، چون روزی میرسد، علیکم السلام، روزی میرسد که از دست تو هیچ کاری خیر ساخته نیست. در روزه و عبادات روزداری هم ما نوافل و فرائض داریم. غیر از روزه ماه رمضان که فرض است، ما روزه های نفلی هم داریم، ما روزه نفلی هم داریم. پس بر علاوه انجام فرائض، مواظبت بر ادای نوافل، انجام دادن و ادا کردن نوافل، گاه گاهی، همیشه نه، گاهی روزه نفل میگیریم، گاهی غیر از زکات همکاری های مالی داشته باشیم، گاهی بر علاوه فرائض و نمازهای پنجگانه نمازهای نفلی هم داشته باشیم، چون بر اساس همین حدیثی که خوانده شد این سبب نزدیکی و محبت الله میشه. ادای نوافل محبت ارال جذب میکند. و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه، بنده ما با ملازمت و مداومت و ادای نوافل به من نزدیک میشه تا اینکه او را من محبوب خود میگیرم، تا اینکه من او را دوست خود میگیرم. الله متعال به انسان وعده دوستی داده زمانی که بر ادای فرائض و نوافل مداومت داشته باشد، زمانی که انسان مؤمن پایبند فرائض و واجبات باشه و در ضمنش
گاهگاهی با نوافل ارتباط داشته باشه. چه آثاری داره؟ وقتی که ما این صفات داشتیم، پایبند فرائض بودیم، با ادای نوافل خود به الله نزدیک ساختیم، الله ما را دوست و محبوب خود گرفت، چی میشه؟ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. هر وقتی که من او را دوست داشتم، وقتی که بنده را محبوب خود گرفتم، كنت سمعه الذي يسمع به، ما گوش او میشوم که با او میشنود، و بصره الذي يبصر به، چشم او میشم که با او نگاه میکند، و يده التي يبطش بها، دست او میشوم که با او میگیرد، و رجله التي يمشي بها، و پای او میشوم که با او راه میرود. و در روایت آمده که و قلبه الذي يعقل به، ما قلبی او میشم که با او تعقل میکند، میاندیشد، تفکر میکند، و لسانه الذي ينطق به، و نیز زبان او میشم که با او نطق میکند، صحبت میکند. هدف این است که وقت انسان پایبندی ادای اوامر و فرائض خدا باشد و نیز با نوافل خود آراسته و سازد، خدا او را محبوب خود و دوست خود میگیرد و در نتیجه اعمالی که از دستش صادر میشه، اعمالی که با پای صادر میشه، گپی که با زبانش گفته میشه و فکر و اندیشه‌ای که در قلبش خطور میکند و نگاهی که میاندازد، آنچه را که میشنود در راه الله است. برای الله میشنود، برای الله نطق میکند، برای الله تعقل میورزد، برای الله دست کسی را میگیرد و برای الله و خدمت خلق الله راه میره. این منظورش است. هر وقتی که او را من دوست خود گرفتم، پس او را زندگیش، حواسش، نشست و برخاستش مطابق آنچه که مورد پسند الله هست از او صادر میشه و سر میزند. برای او زمینه انجام کارهای خیر مساعد میشه، برای او خدمت خلق خدا مساعد میشه، برای او انجام امور خدا پسندانه مساعد میشه. دقیقا عکسی از این هم صدق میکند که انسان وقتی که در گناه پیش رفت، قلبش سیاه و تار و تاریک شد، این زمینه انجام گناه براش مساعد میشه، از هیچ گناهی دست بردار نیست. فسنویسره للعسرا، کارهای خلاف شریعت بسیار با آسانی انجام میده، نه شرم خدا و نه شرم خلق خدا و نه حیا از فامیل و پدر و نه از مردم و جامعه و همسایه. فسنویسره للعسرا، به این خاطر وقتی که انسان محبوب خدا قرار گرفت، خدا او را در راه خود استعمال میکند، خدا از او در راه خود کار میگیرد، خدا از او و از اعضا و جوارح و حواس او در راه خدا پسندانه کار میگیرد. این آثارش است، این نتایجش است. به همین ارتباط از عبادات نفلی روزه گرفتن در ماه شعبان است. ماه شعبان ماه هشتم سال هجری قمری است. محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولا، جماد الثانی، رجب المرجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعده، ذی الحجه. شعبان ماه هشتم سال هجری قمری، رمضان ماه نهم است. ما در ماه شعبان قرار داریم، چند روزی از ماه شعبان گذشته. در حقیقت ماه شعبان استقبال و یک مقدمه از ماه رمضان است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در ماه رجب دعا می کرد، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ای بار خدایا در ماه رجب و شعبان ما برکت بینداز و ما را به رمضان برسان. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای رسیدن ماه رمضان و حلول ماه رمضان دعا می کرد. پس همان گونه که مسلمان انسان از آمدن دوست عزیز خود مشتاق و مشتاقتر میشه، هر لحظه برش انتظاری سخت است که کی میرسد
در ماه شعبان اشتیاق و شوق و ذوق مسلمان و عبادت خدا با قیام و شب زنده‌داری و تلاوت قرآن بیشتر و بیشتر میشه. به این خاطر ماه شعبان ماه استقبال از ماه رمضان است. در ماه شعبان مسلمان بوی رمضان استشمام میکند و بوی رمضان به مشام مسلمان میرسد، چون بعد از شعبان رمضان داخل میشه. فضیلت ماه شعبان در حدیثی که حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نقل میکند، میفرماید که گاه گاهی پیامبر علیه الصلاه و السلام روزه میگرفتند تا اینکه ما گمان میکردیم دیگه افطار نمیکنند، ولی باز افطار میکردند به حدی که ما میگفتیم دیگه روزه نمیگیره. و میگه من ندیدم که هیچ ماهی را کامل غیر از رمضان روزه داشته باشه، هیچ ماهی را پیامبر علیه الصلاه و السلام مانند رمضان کامل روزه نگرفته و نیز هیچ ماهی را به اندازه ماه شعبان روزه نفلی زیاد نگرفته. کامل ماه رمضان چون فرض است روزه گرفته، اما در روزه نفل ماه شعبان نسبت به ماهای دیگر بیشتر بوده. به خاطر این که انسان آمادگی میگیره، برای این که انسان شوق و ذوقی رمضان این را آماده میسازد. حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه میفرماید پیامبر علیه الصلاه و السلام فرمود که هرگاه شب 15 یا شب نصف شعبان داخل شد، شما شب او را زنده دارید و روزی او را روزه بگیرید. فقوموا لیلها و صوموا نهارها. چرا؟ چون الله متعال در شب نیمه شعبان با آسمان پایین میشه، چنانچه که لایق شأن و جلال و جمال و عظمتش است، از کیفیتش ما حق پرسپالا نداریم. و ندا میکند و میفرماید چی کسی گناه کرده و آمرزش میخواد که من برش ببخشم، چی کسی طالب رزق و روزی هست که برش روزی بتوم، چی کسی مبتلا و گرفتار به رنج و درد و الم است تا از من بخواهم من برش عافیت بتوم. به همین ترتیب چیزهای دیگری. پس مسلمان لحظات و حالاتی را که او فرصت است، او قیمتی است، او با ارزش است، او را از بین نمیبره و هدر نمیتونه. روزه نفلی هست، یکی ما روزه فرض داریم، یکی روزه نفل داریم. بر علاوه روزه فرض و که روزه رمضان است و روزه واجب که روزه های دیگری هستند که توضیحش باشه برای هفته های دیگر، روزه های نفلی داریم. یکی از او روزه در ماه شعبان است. تلاش بکنیم در ماه شعبان نسبت به ماهای دیگر روزه نفلی بیشتر بگیریم. دوم، در هر روز 3 روز روزه سنت است. ایام 20 میگن، روز 13، 14 و 15 هر ماه. و اگر مسلمان توفیقی روزه گرفتن 3 روز در هر ماه داشته باشه یا روزه ایام 20 خدا برش توفیق بتم، چنان است که تمام سال روزه داشته باشه. برای این که ما اصلی داریم در قرآن کریم که یک عملی نیک خدا 10 برابر قبول میکنه. یک روز روزه تو 10 روز روزه حساب میشه، 3 روز روزه تو 30 روز یک ماه کامل روزه قبول میشه. پس هر روز که تو 3 روز روزه میگیری، گویا که تمام ماه و تمام سال 10 روزه داشته باشی. و نیز از روزه های نفلی هست روزه عاشورا، 10 محرم و با 10 و 16 بگیریم یا 9 بگیریم و 10 خلاص. و نیز روزه روز عرفه 9 ذی الحجه برای غیر حجاج، روزه روز دوشنبه و 5 شنبه که از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روزه گرفتن این ایام ثابت است. این ماه شعبان است و ما هم در جریان ماه شعبان قرار داریم. اگر تا به هنوز توفیقی روزه برمان میسر نشده، در بقیه این روز بگیریم، روزی دوشنبه و 5 شنبه را بگیریم یا ایامی 20 بگیریم، 13، 14، 15 شعبان را بگیریم، خیلی خوب میشه. خلاصه و چکیده بحثی که امروز خدمت دوستا بیان شد روی 2-3 نکته بود. ابتدا در آیت 62 و 63 سوره مبارکه یونس در سپاره 11 الله متعال اولیای خود معرفی کرد
که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، آگاه باشید که بندگان من اولیاء خدا هیچ ترسی ندارند چون الله مدافعشان است. ولا هم يحزنون، هیچ اندوه و افسردگی به اینا دست نمیته، اندوهگین نمیشوند چون اعتمادشان با الله، ارتباطشان با الله چنان زیاد است که فکر و تشویش و استراب از اینها دور کرده است. علتی ناآرامی دوری از خدا هست، علتی پریشانی و تشویش دوری از خدا هست، علتی افسردگی و آشفتگی بی برنامگی هست. انسانهای زیادی هستند برادرای بزرگوار، از لحاظ مادی و سرمایه و ثروت هیچ مشکل ندارند، با دیدنشان حتی انسان فکر میکند آرامترین انسان این هست، اما از حقیقت حال و درونش خودش خبر داره. خدایش یکی از برادرها و دوستایی که آدم خیلی خوبی هست گفت ترکیه رفته بودم، در ترکیه کسی که در کابل دارای چندین بلند منزل آپارتمان است همراهش مواجه شدیم، از کمخوابی براش گفتم. باز او برای من یک گولی را کشید که همیشه من از این گولی برای خواب استفاده میکنم چون خواب نمیاد، آرام نیست، آرامش ندارن، حالت ظاهریشان هیچ کمی و کاستی دیده نمیشه، اما هم و افسردگی و آشفتگی ای با مادیات به دست نمیاد. علت و انگیزه خودکشی و آماری خودکشی را که در دنیای غرب هست همین است که از خدا دورن، از هدف خلقت و زندگی خود دور و محروم هستن، با وجود این که همه چیز دارن اما افسرده و پریشان و آشفته و گرفته هستن. لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، چه کسانی هستن؟ الذین آمنوا وكانوا يتقون، کسانی هستن که ایمان دارن، در ضمن ایمان به مقتضای ایمان تقوا و پرهیزگاری اختیار میکنن چون الله حامی و مدافعشان است. که حضرت خواجه عبدالله انصاری گفت الهی هر کی را خواهی براندازی با ما در اندازی. در حدیثی که خدمت شما خواندم الله متعال می فرماید من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کسی که ولی و دوست مرا با او دشمنی بورزم من در مقابلش ایستاد میشم، من در مقابل خود مییابم. پس از ولی و دوست خود خدا حمایت و دفاع میکنه در مقابل تو ظالمی که ولی خدا را، فقیر خدا را، بنده خدا را میخوای آزار بدی قرار میگیره. پس وقتی که تکیگاه ما الله باشه، مدافع و حامی ما الله باشه، کجا ناراحت باشه؟ در قسمت دوم حدیث آمد برای اولیای خدا صفات بیان کرد تا ما با او صفات بشناسیم که واقعا ولی خداست و ای ولی شیطان است. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست، بشناسیم معیارهای تمیز و تفکیک وجود دارد، با عبا و قبا و باریش و فش و سر و صورت نمیشه ما هر کسی را ولی خدا بگیم. عمل انسانها را ما با اسلام میشناسیم، مسلمان ما با قرآن میشناسیم، چند فیصد در فامیل اسلام تطبیق میشه، چند فیصد در زندگی اسلام تطبیق میشه؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. هر مردی شتر دار اویسی قرنی نیست، هر مردی شتر دار اویسی قرنی نیست، هر شیشه گل رنگ عقیقی یمنی نیست، هر سنگ و گل گاو هر نایاب نگردد، هر احمد و محمود رسولی مدنی نیست، هر احمد و محمود رسولی مدنی نیست. بر مرده دلان پن مده خیش میازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست، با
مرد این خدا پنجم افگن چون امرود، با مرد این خدا پنجم افگن چون امرود، این جسمی خلیل است که آتش زدنی نیست. خوشنود نشو دشمن اگر کرد محبت، خندیدن جلاد زی شیرین سخنی نیست. جایی که برادر به برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. صد بار اگر دایه به طفلی تو دهد شیر، غافل مشو ای دوست که مادر شدنی نیست. هر کسی نمیشه که با ادعای این که من امتی رسول الله هستم اما در عمل با پیامبر صدها کیلومتر فاصله داشته باشه. هر کسی بگه من ولی خدا هستم اما در زندگی او آثار خدایی و اعمال خدا پسندانه دیده نشه. دین خواه تنها شعار نیست، دین ما تنها دینی که در لایه های اوراق باشه نیست. اسلام با گفتار و شعار تنها خلاصه نمیشه. تطبیق، واقعیت، عمل، مطابقت چند فیصد با دین داره؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله متعال برای همگی توفیق عمل و اخلاص و ادای مسئولیت نصیب کند. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا الله يا رحمن يا كريم يا رحيم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ما بندگان ضعيف و بيچاره و بينواي تو هستي يا الله، مقر و معترف به خطاها و تقصيرات خود هستي يا الله. امر تو، فرمان تو ما را به اینجا جمع آورده است يا الله، دستور تو ما را کناری هم جمع کرده و قرار داده یا الله. با تمام تقصیرات و کمی و کاستی از امر تو اجابت کردیم، از امر تو فرمان بردیم یا الله. آمدیم تا گناهانی ما را مورد عفو خود قرار بدیم، آمدیم تا از کمی و کاستی ما درگذریم، آمدیم تا ما را مورد لطف و کرم خود قرار بدیم، آمدیم تا رحمت خود سکون و آرامش و یا الله رضای خود بر ما میسر کنی یا الله. آمدیم تا از ما راضی شوی، آمدیم تا ما را بپسندی، آمدیم تا ما را قبول بکنی یا الله. اگر تو ما را قبول نکنی هیچ کسی ما را قبول نمی‌کند یا الله. اگر تو ما را از دروازه خود برانی یا الله، بدبخت دنیا و آخرت می‌شویم. آمدیم یا الله تا بر آستانه خود سر به زمین بگذاریم یا الله. آمدیم تا دستان خود به درای کوتاه بلند بکنیم، تا رضای خود، خوشنودی خود بر ما میسر کنی یا الله. یا ارحم الراحمین، خطاهای ما را مورد بخشش خود قرار بده، گناهان ما را مورد مغفرت خود قرار بده یا الله. کمی و کاستی ما را مورد عفو خود قرار بده یا الله. از گناهان ما درگذر، از خطاهای ما درگذر یا الله. بندگان روسیاه تو هستیم، بندگان تقصیرکار تو هستیم، بندگان شرمنده و شرمسار تو هستیم یا الله. از شرمندگی دنیا و آخرت محفوظ مسئول ما نگهدار، از بی‌عزتی و دنیا و آخرت محفوظ مسئول ما نگهدار یا الله. شرمنده خلق خدا و آخرت ما را نسازی یا الله. یا ارحم الراحمین. پروردگارا مشکلات داریم،
حوائج داریم، خواسته ها داریم یا الله، نیازمندی ها داریم، نیازمندیم یا الله. تو به نیاز هستی، تو صمد هستی، الله صمد تو هست. یا الله نیازمندی های ما را خودت به عهده خیر بگردان، حاجات شرعی ما را به عهده خیر بگردان. برادرانی مشکلات دارن دعا خواستن، خواهری مشکلات داره دعا خواستن، یا الله حاجات شرعیشان را به عهده خیر بگردان. مریضایشان را شفا کامل عاجل نصیب کن. یا الله در این جمع اگر کسی مریض است یا مریض داره، چی مزیری مریضی ظاهری و باطنی شفا کامل عاجل برش میسر کن، چی در خانه، چی در شفاخانه، چی در از بیرون از کشور مریض دارن، صحتمندی کامل برای مریضایشان میسر کن. یا الله آرامش و سکون برای ما نصیب کن. یا الله تشویش ها و اضطراب و آشفتگی را برطرف بگردان. هر کس آنچه را که در دل دارد از خدا بخواهد، برادر بزرگوار، خودتان با خودتان از الله بخواهی، وقت اجابت دعا هست. یا الله رفتگان ما را غریق رحمت خود داشته، روح روانشون شاد بیدار. یا الله یا ارحم الراحمین، به تو نیاز داریم، به لطفت نیاز داریم. یا الله متعال، خیر دنیا و آخرت برای ملت افغانستان نصیب کن، وحدت، آرامی، امنیت نصیب کن. یا الله بیکاری و بیروزگاری را با لطف کرم خود برطرف بگردان، آبادی، کار، وحدت، همبستگی واقعی بر ما نصیب گردان. یا الله متعال، ضعیفی، بیچاره‌ای، به تو نیاز داریم. یا الله از ریا و خودنمایی به تو پناه میبریم، اعمالی کم و کوتاه ما را خالصانه برای خودت قبول و منظور بگردان. برادرانی که عزیزانشان در بیرون از کشور هستند، پروردگار مسافرینشان محفوظ و مسئول نگه داری، هدایت خود شامل حالشان داشته باشه، از انحراف و بیراهی نجاتشان بده. یا الله یا رب کریم، یا الله مشکلاتی همه حاضرین برای عهده خیر بگردان. یا الله یا الله رزق روزی حلال، کار و کسبی حلال و خدا پسندان برشان میسر بگردان. یا رب کریم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.